هیچ گونه قیامی، انقلابی و تحولی در جوامع و در ممالک و ملت ها رخ نمیده مگر اینکه مبتنی بر یه ایدئولوژی باشه. خداوند که قادر مطلقه و حکیم و عالم و گرداننده مالک همه جاست، تغییری در وضع یک ملتی یا یک قومی نمیده مگر اینکه اونا خودشون تغییر بدن. مهندس بازرگان خودش نبود، دینش بود، مذهبش بود، اعتقادش بود. دنیا او رو فریب نداد. به معنای واقعی ملا بود. همیشه مهربان بودم، همیشه با محبت بودم، مخصوصا نسبت به مردم. مهندس بازرگان کسی بود که با سجاده به پاریس رفت و در اونجا تحصیل کرد، دکترا و مهندسی گرفت، با همون سجاده برگشت. بازرگان شخصیتی مسلمان و دموکرات و در این حال مدافع سرسخت و راسخ حقوق بشر بود. ایشون قویاً معتقد به آزادی و مشارکت مردم در اداره امور جامعه بودن. تکبری نداشت. از کسانی بود که من به سهم خودم به ایشون علاقه داشتم. کسانی مثل مهندس بازرگان بودند که تونستن نهاد ایمان رو در جامعه حفظ بکنن. او جبزده نبود، چون یک موحد کامل بود. از اصولی که معتقد بودن هرگز منحرف نمی شدن. مهندس بازرگان به آنچه که می گفت معتقد بود و به آنچه که معتقد بود عمل می کرد. اگر مهندس بازرگان جزء پیامبران و شهدا نیست، ولی به طور قاطع می توانیم بگوییم که مهندس بازرگان یکی از شخصیت هایی است که جزء صالحین و صدیقینه. اعتقادش رو از غرب نگرفته بود، بلکه ریشه در اسلام و مبانی دینی داشت. آقا جون اگرچه متدین بودن، قدر شناسی از زندگی دنیا هم داشتن. آنچه در خش خام میدید جوان ها در آینه نمیدیدن. من خودم رو مدیون آقای مهندس بازرگان میدونم. با شجاعت حرف خودشون رو میزدن، هرگز حقیقت را فدای مصلحت نکردن. در تاریک ترین موقعیت ها به دنبال یه نقطه روشن میگشتن و اونو بزرگ میکردن و بسیار مثبت فکر میکردن. یکی از ویژگی‌هاشون که مثل ساعت منظم و دقیق بودن. برای مهندس بازرگان رفتارش و صحبتش و کردارش واقعا برای ما و همه یک سرمشق و الگوه. مرد بسیار بزرگ و قابل احترامی بود. بسیار آزاداندیش بودن. مهندس بازرگان با بندگی خدا از بندگی بندگان خدا رهید. عنایت کافی و آنچنان که شایسته اون بوده است به آثار مهندس بازرگان نشده. این یک غفلت تاریخی است. با اینکه افرادی که میرن در رشته های علوم جدید گاهی از اوقات روششون فرق میکنند، ولی ایشون همون روش اسلامی دینی که داشتن حفظ کردن. و من جلوترم شاید گفتم، یادم است یه روز در حسینه ارشاد آقای میناچی دعوت کرده بود، ما تقریبا 20 نفر بود، جمله شهید مطهری هم بود، شیخ نعمت الله صالحی هم بود. برای ظهر شد، خب ما نشسته بودیم حرفای متفرقه و اینا، یه وقت دیدیم که آقای مهندس نیستش. بعد آقای مطهری خدا بیاموزدش گفت که ننگ برای ما همی بعد که ما تو ظهر ما آخوندان نشستیم اینجا داریم خلاصه دریوری میگیم و آقای مهندس عبد سجادشو پنج کرده تو نمازشو به وقت میخونه. آن شعله که خاموش نگردد ما این
نامی که فراموش نگردد ما از لطف خدا با همه ظلم و وحشت آشفته و مطروش نگردد ما تقریبا باید گفت که تک بود در بین برای جامعه ما زود بود هر شبت زود کش مهندس خوشبختانه ترک اولایی واقعا در تمام این مدتی که من با ایشون سرکار داشتم و عرض کنم که در خدمتشون بودم و خدمت میکردم به ایشان البته به و نظرشون فقط خدمت به مردم عدالت راستی صداقت و فهم و شعور و دانایی واقعا چیز دیگری من از ایشان ندیدم ترک اولای از ایشان ندیدیم واقعا همیشه مهربان بودن همیشه با محبت بودن مخصوصا نسبت به مردم و نسبت به دوستانشون که خب خیلی خیلی بیشتر توجه داشتند و رسیدگی میکردن آقای مهندس عجیب بود مرتب تلفن میکرد و حال میپرسید حال وضعیتون چطور خوب یادم میاد که یک شب موقعی که من در وزیر کشور بودم عرض کنم که در حدود نصف شب بود که از اهواز و منطقه جوار اهواز تلفن کردن که آقای عده ریختن و به داد ما برسید من تلفن کردم به آقای مدنی سرلشکر مدنی که آقا جریان از این قراره زود یه فکری بکن گفت همین الان کمک براشون میفرستم دیدم آقای مهندس تلفن کرد بلافاصله در حدود یک بعد از نصف شب بود گفت من گوشی رو که برداشتم سلام علیکم کردم اینا گفت فلان بیداری گفتم بله خدمت ایجاب میکنه که آدم بیدار باشه و متوجه چیز باشه گفت خبر بهت رسیده گفتم بله گفت چیکار کردی گفتم گفت بسیار بسیار کار خوبی کردی ایشون وقتی به یه چیزی اعتقاد پیدا میکرد دیگه رعایت شعونات و این چیزا رو نمیکرد همه جا خودش میرفت دنبال دیگران دیگران رو خودش میرفت سراغشون بحث میکرد صحبت میکرد هم در سالهای اولیه نهضت مقاومت بعد از 28 مرداد خاطرم این که ایشون تو نهضت مقاومت بعد از مرحوم حاج آقا رضا زنجانی ایشون جزء در واقع پیشروان نهضت مقاومت بود اون وقت خونه خیلی افراد میرفت میرفت میدیدیشون افرادی که یا حالا یا سیاسی بودن سابقا یا نبودن میرفت برای اینکه اینا رو مثلا آشنا کنه به مسئله ملی مملکتی تحریکشون کنه خلاص یعنی چیزی نداشت تکبری نداشت میگن در مقام انبیا تکبر نیست انبیا خودشون میرفتن در خونه های مردم صدا مهندس هم این خصلت رو داشت مهندس بازرگان مورد احترام گروه های سیاسی مختلف بود همه هم قبولش داشتن حتی من میخوام بگم که تودهی ها حزب توده که در نشریات خودش بعد از انقلاب بیشترین حملات رو به بازرگان داشت بیشترین لطمات رو به بازرگان زد و از او به عنوان یک فرد لیبرال سازشکار یاد میکرد اما کیانوری در مصاحبه های هفتگی خودش میگوید که بازرگان یه شخصیت صادق و عرض کنم که با تقوایی است یعنی در این حالی که حزب توده به شدت با مهندس بازرگان به دلیل افکار و اندیشه‌هاش مخالف بود اما در این حال به صداقت بازرگان و به درستی او اعتراف داشت مهندس بازرگان